فناوری چاپگر سبودی در بسیاری از صنایع و حتی در زمینه های هنری کاربرد داشته است. یکی از موارد استفاده این فناوری در تولید اندام مصنوعی بدن است. کوین ایناکس خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را تهیه کرده است. این دختر بچه یکی از کسانی است که از صنعت چاپگر سبودی بهره می‌گیرد. دست مصنوعی که نه تنها زندگی او را تغییر داده بلکه ظاهری چشمگیر و استثنایی دارد جینو توبارو این دست مصنوعی را با استفاده از فناوری چاپگر سبودی ساخته است. او اعضای مصنوعی بدن را با قیمت کم و به شیوه هنرمندانه ای تولید می کند. از کودکی تمام وسایل برقی خونه رو با چاقو و پیچگوشتی باز میکردم در پنج سالگی چاقو رو داغ میکردم و با اون وسایلی مثل میز اوتو رو چند تیکه میکردم و از اونها چیز کاملا متفاوت دیگری میساختم کار او مورد توجه قرار گرفت. زنی از او خواست که برای پسرش فلیپه یک دست مصنوعی بسازد. دست مصنوعی معمولا ده هزار دلار قیمت دارد. چینو با چاپگر سبودی دستی با قیمت بسیار کمتری آن را تولید کرد. چند هفته بعد فلیپه می توانست دو سواری کند. به ماهیگیری برود و بسیاری از کارهایی را که کودکان انجام میدهند، انجام بدهد. از آن زمان بیش از هزار آرژانتینی از جینو تقاضای کمک کردهاند جینو توبارو تا کنون بیش از 500 عضو مصنوعی را تولید کرده است. از آنجا که کار او توجه یک رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرده، حدود 5000 نفر دیگر نیز در انتظار آن هستند که او عضو مصنوعی استثنایی را برای آنان بسازد. تقاضاهایی که حتی از